خانواده نظر محمد خاشه، مشهور به خاشه زوان به طول و نیوز میگویند، در پایان همان روزی که او از سوی طالبان بازداشت شد، جسد او را با دستان بسته یکی از بزرگان قوم در ولسوالی دند کندهار از طالبان تسلیم شد. فردی که در این شرایط تلخ جنگ لبخند و خنده را بر لبهای هموطنانش می آورد، با عنوان یک کمدین و یک هنرمند از طرف افراد طالبا به شهادت رسیده که در خودش دشمنی با هنر را نشان میده. این طنز پرداز مشهور بیش از 60 سال عمر داشت، اما 40 سال میشد که در کندهار مردم را با طنزهایش شاد میکرد. نزدیکانش میگویند علاقه به رسانه‌ای شدن طنزهایش نداشت، اما مردم کندهار او را دوست داشتند. خاشه زوان تر ډیره حده پر یو غریب ساده او د ذهني لحاظ هم یو پاک سړی. خلکو سره په میله وتی او دا غوسه به د خلکو په مخ باندې خندا او مسکا راوستله. خاشه زوان کسی بود که حتی ابتدایی ترین سواد خواندن و نوشتن را نداشت، اما دوستدارانش میگویند که نمیتوان توانایی های او را در شاد نگه داشتن مردم و طنز پردازی نادیده گرفت. از خاشه 7 فرزند برجا مانده که در کندهار و در زادگاه خاشه زیست دارند. این به معنی عزیز که اگر اونا به قدرت برسند، کل فرنگی های افغانستان دیگه شاید از تیغ بیرون بکشند. بیشتر دوستان خاشه زوان پس از قتل او تهدید شدند و به علت حراسی که از جانشان دارند نخواستند با ما گفتگو کنند. فرهنگیان برخورد جنگجویان طالبان را با او غیر انسانی و محکمه صحرایی می دانند. سیلی بر صورت نظر محمد خاشه، کمدین مشهور قندهاری، سیلی بر صورت تمام مردم افغانستان و توهین به انسانیت و کرامت انسانی است. خاشه را با سیلی می زنند و بعدا می برند ترور می کنند. خدا شاهد است که 20 سال کاری هنریم فکر کو که تباه و برباد شد. سخنگوی گروه طالبان پیش از این به تلو نیوز گفته است که او پلیس بوده و به طالبان اهانت می کرد، اما چگونگی کشته شدن او را بررسی می کنند. اما خانواده خاشه این موضوع را رد می کنند و می گویند که او با شاد کردن نظامیان پول به دست می آورد و زندگیش را سپری می کرد و هیچ همکاری با پلیس و ارتش نداشت.